به نظرتون کدوم یک از این جمله‌هایی که من میگم درستن؟ I've been teaching English for 10 years. I've taught English for 10 years. It's been raining for two hours. It's rained for two hours. سلام. من مهدی نوری هستم و توی این ویدیو میخوایم با هم بریم سراغ درس دهم ده کتاب Grammar News سطح Intermediate توی این درس میخوایم با هم دیگه بریم سراغ تفاوت حال کامل یعنی Present Perfect و حال کامل استمراری یعنی Present Perfect Continuous خب درس دهم ده با موضوع Present Perfect Continuous حال کامل استمراری and simple در واقع present perfect simple یعنی حال کامل ساده I've been doing and I've done بریم ببینیم این دوتا با هم دیگه چه تفاوتایی دارن خب اینجا دوتا تا سیچویشن به همون داده و از همون خواسته که این دوتا تا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. بریم هر کدوم رو بخونیم و ببینیم که تفاوت هاشون با هم دیگه چی هست. خب اینجا داریم I've been painting my bedroom و این برداریم داریم I've painted my bedroom. من یه اشاره خیلی سریع به تفاوت ساختار گرامریش بکنم هرچند که با هم توی ویدیوهای قبلی اونا رو خوندیم. گفتیم برای present perfect یعنی حال کامل داریم. Have or has plus past participle یعنی شکل سوم فعلمون. برای present perfect continuous داریم have or has plus been plus the verb plus ing یعنی have و has been که همیشه ثابت بود و ساختار ing فرم فعلمون حالا there is paint on Kate's clothes میگه روی لباس های کیت رنگ وجود داره رنگ هستش she's been painting her bedroom اون داشته اتاق خوابش رو رنگ می کرده این she has been painting و یا she's been painting میشه present perfect continuous اما این وقت The bedroom was green. اتاق خوابش سبز بود. Now it's yellow. الان اتاق خوابش زرده. She has painted her bedroom. و یه چیزی که ما یاد گرفتیم به صورت مخفف بگیم She's painted her bedroom. یعنی اون اتاق خوابش رو رنگ کرده. Has painted میشه present perfect simple. و اما وقتی که ما داریم از present perfect continuous حرف میزنیم داریم, داریم درباره اون فعالیت فکر میکنیم. این جمله خیلی اینجا مهمه که نوشته It does not matter whether it has been finished or not. یعنی اهمیت نداره این فعالیتی که شما دارین بهش فکر میکنین تموم شده یا نه. حالا in this example توی این یه مورد خاص The activity فعالیت که رنگ کردن اتاق خواب بوده has not been finished هنوز تموم نشده ما الان کیت رو میبینیم میبینیم که روی لباسش رنگ ریخته پس میگیم که آهان کیت داشته اتاقش رو رنگ میکرده و الان لباسش رنگی شده تو این موقعیت خاص تمام نشده شاید آخرین براش رو زده رنگ تموم شده از اتاق اومده بیرون ما میبینیم که لباساش رنگیه برای همین میگه که مهم نیست که فعالیتمون تموم شده یا نه اما این بر ببینیم present perfect The important thing is that something has been finished. اینجا نکته مهم اینه که یه چیزی تموم شده یه فعالیتی کامل شده She's painted is a completed action یعنی اتاقش رو رنگ کرده و تموم شده ما داریم درباره ریزالت و یا نتیجه اون فعالیت که رنگ کردن و اتاق بوده فکر می کردیم نه خود فعالیت پس الان معلوم شد که تفاوت بین present perfect continuous و present perfect در این هستش که برای present perfect continuous یعنی حال کامل استمراری ما به خود فعالیت داریم فکر میکنیم اما برای present perfect simple حال کامل ساده داریم به result و یا نتیجهش فکر میکنیم بریم با همدیگه یه سری مثال ببینیم خیلی بهتر میتونیم این موضوع رو متوجه بشیم پارت بی از همون خواسته که این جمله ها رو با همدیگه مقایسه کنیم My hands are very dirty. I've been repairing my bike. این گفته My bike is okay again now. I've repaired it. I've finished repairing it. خب اینجا میگه من دستام کسیفن به خاطر اینکه داشتم دوچرخم تعمیر میکردم. داره به خود فعالیت تعمیر کردن دوچرخه اشاره میکنه. اما جمله روبروش رو ببینید میگه الان دوچرخم دوباره اوکی شده. چرا که تعمیرش کردم. I've reported. پس دیگه این تعمیر کردنه تموم شده. نتیجه کار ما این بوده که دوچرخه ما الان اوکیه. بریم سراغ مثال بعدی. Joe has been eating too much recently. He should eat less. میگه جو این اواخر خیلی داره میخوره. باید سعی کنه یکم کمتر بخوره. حالا مثال روبروش. Somebody has eaten all the chocolates. The box is empty. یکی همه شکلات ها رو خورده جبش خالیه. پس ببینید اینجا داره میگه که جو این اواخر خیلی داره میخوره. به فعالیت خوردن اشاره کرده. اما توی این مثال میگه یکی همه شکلات ها رو خورده نتیجهش چیه؟ ریزالت چیه؟ اینه که جبه خالیه. دیگه شکلاتی توش نیست. It's nice to see you again. What have you been doing since we last met? خیلی خوبه که دوباره میبینمت. از بار آخری که همدیگر رو دیدیم تا الان چی کارا می کردی؟ حالا رو بروی. Where is the book I gave you؟ کتابی که من بهت دادم کو؟ What have you done with it؟ باهاش چیکار کردی؟ قبلی پرسید چی کار داشتی می کردی تا الان؟ اون میگه باهاش چیکار کردی؟ نتیجهش چیه؟ اینه که کتابی که من بهت دادم الان نیست. کتاب کو باهاش چیکار کردی؟ و مثال آخر. Where have you been؟ کجا بودی؟ Have you been playing tennis؟ داشتی تنیس بازی میکردی؟ Have you ever played tennis؟ آیا تا حالا تو زندگی تنیس بازی کردی؟ اولی میگه Have you been playing tennis؟ داشتی تنیس بازی میکردی به فعالیت و اکتیویتی تنیس بازی کردن اشاره میکنه اما یکی داره راجع به یه تجربه ای از شما تا حالا تو زندگی تنیس بازی کردی؟ و اما بریم سراغ پارت C. ما از present perfect continuous یعنی حال کامل استفاده می کنیم که سوال how long رو جواب بدیم یعنی برای چه مدت کاری که هنوز هم داره اتفاق میافته. در حالی که از present perfect simple یعنی حال کامل ساده استفاده می کنیم تا سوال های how much چه مقدار how many چه تعداد و یا how many times یعنی چند دفعه رو بپرسیم که اینا همه completed action هستن یعنی فعالیت هایی که تموم شدن مثالاش رو با هم ببینیم. How long have you been reading that book? چه مدته که داری اون کتاب رو میخونی؟ که اشاره میکنه که کتاب خوندن هنوز تموم نشده. چه مدته داری این کتاب رو میخونی؟ How many pages of that book have you read؟ چند تا صفحه رو خوندی تموم شده؟ Amy is writing emails. Amy داره ایمیل مینویسه. She's been writing emails all morning. تمام صبح رو داشته رایتینگ می نوشته اما این بر میگه ایمی has sent lots of emails this morning ایمی امروز تعداد زیادی ایمیل فرستاده ایمیل ها فرستاده شدن دیگه تموم شده اما ایمیل نوشتنش همچنان ادامه داره و تموم نشده They've been playing tennis since two o'clock. اونا از ساعت دو تا الان دارن تنیس بازی میکنن. تنیس بازی کردن هنوز تموم نشده. They've played tennis three times this week. اونا سه بار تا حالا این هفته تنیس بازی کردن. این سه بار رو بازی کردن تموم شده. ممکنه بازم بازی کنن. اما ما داریم اشاره میکنیم به اون سه دفعه که تنیس رو بازی کردن و تموم شده. و آخری I'm learning Arabic but I haven't been learning it very long. میگه من دارم عربی یاد میگیرم اما خیلی وقت نیست که دارم اونو یاد میگیرم. I'm learning Arabic but I haven't learned very much. من دارم عربی یاد میگیرم اما هنوز چیز زیادی یاد نگرفتم اولی در واقع اشاره میکنه به زمانش گفتش که مدت زمان زیادی نیست که دارم عربی یاد میگیرم دومی اشاره میکنه که تا اینجای کار ریزالت و نتیجه چیه؟ اینه که چیز زیادی یاد نگرفتم بریم سراغ پارت دی پارت به همون میگه یه سری از افعال برای مثال فعلی مثل فعل نو no, که ما قبلا راجع به اینا با هم دیگه صحبت کرده بودیم گفتیم به اینا میگن فعل های استیتیو و یا استیت وربز یعنی افعالی که توی هیچ حالت کنتینیوس فرمی استفاده نمیشن یعنی اینا هیچ وقت آی ان جی نمیگیرن بنابراین شما نمیتونین اونها رو به حالت پرزنت پرفکت کنتینیوس حال کامل استمراری ازشون استفاده کنین و باید بجاش توی حال کامل ساده یعنی پرفکت بگینشون ها رو ببینید I've known about the problem for a long time. اصلا نمیتونید بگید I've been knowing یعنی من داشتم میدونستم. نه. I've known به خاطر اینکه نو از اون دست فلایی که نمیتونه آینجی بگیره و میگه من مدت زمان زیادیه که درباره این مشکل میدونم. How long have you had that camera? چه مدته که اون دوربین رو داری؟ نمیتونین بگین How long have you been having؟ برای اینکه فعل هفت باز از اون دست فلایی که توی معنی داشتن نمیتونه اصلا آینجی بگیره. و اما ما اشاره کرده بودیم به این نکته که یک سری از افعال توی یه معنی نمیتونن آی بگیرن و استیتن اما توی معنی دیگه میتونن آی بگیرن از این دست افعال اینجا ما فعل want و فعل مین رو داریم که میتونیم اونها رو با فرمت آی و در نتیجه present perfect continuous هم استفاده کنیم I've been meaning to phone Anna but I keep forgetting همش میخواستم به آنا زنگ بزنم اما هی یادم میره خب تا اینجا درس رو با هم دیگه تموم کردیم اومدیم present perfect continuous رو در مقابل present پرفکت گذاشتیم و اونها رو با هم دیگه مقایسه کردیم حالا میخوایم بریم سراغ تمریناتش اما طبق معمول شما حتما ویدیو رو متوقف کنید تمرینات رو خودتون حل کنین کاغذ خودکار داشته باشین جواب رو برای خودتون بنویسین بعد ویدیو رو پلی کنید جواباتون رو با جوابای من چک کنید هر اشکال و هر سوالی هم که داشتید حتما زیر همین ویدیو کامنت کنید ما همه سوالاتتون رو جواب میدیم بریم با هم دیگه سراغ تمرین اول گفته read the situation and complete the sentences سیچویشن ها و موقعیت ها رو بخونید این جمله ها رو کامل کنید و از افعالی که توی پرانتز بهتون داده استفاده کنید number one Tom started reading a book two hours ago Tom دو ساعت پیش شروع کرده داره یه کتاب میخونه he's still reading it and now he's on page 53 هنوزم داره کتاب رو میخونه و الان صفحه 53. خب فعلی که بهمون به داده فعل ریت هستش برای جمله اول که گفته for two hours داره به خود اکتیویتی و فعالیت اشاره میکنه ما یه جمله present perfect continuous میخوایم. پس باید بگیم he has been reading و یا has been reading for two hours. دو ساعته که داره این کتاب رو میخونه یا دو ساعته که داره کتاب میخونه. جمله دوم که گفته 53 pages so far تا الان 53 صفحه رو میخوایم بگیم خونده تموم شده میخوایم اشاره به ریزالت و نتیجه بکنیم پس میگیم he has read 53 pages so far به فعل read هم دقت کنید از اون دست هایی هستش که هر سه شکلش یه مدل نوشته میشه اما تلفظشون با هم فرق داره read red red بریم سراغ تمرین دوم Rachel is from australia ریچل اهل استرالیا است. She is traveling around Europe. الان داره دور اروپا رو سفر میکنه. She began her trip three months ago. سه ماه پیش هم سفرش رو شروع کرده. خب یه دونه اول داده travel she for three months. وقتی میگه برای سه ماه داره اشاره به اکتیویتی و زمانش میکنه پس ما باید از present perfect continuous استفاده کنیم. یعنی بگیم she's been traveling for three months. الان سه ماهه که داره سفر میکنه. اما بعدی که میگه six countries so far میخوایم بگیم شش تا کشور رو تا الان دیده و تموم شدن پس میشه present perfect simple جواب میشه she's visited six countries so far three Patrick is a tennis player Patrick تنیس بازی میکنه بازی کنه تنیسه he began playing tennis when he was 10 years old وقتی ده سالش بود تنیس بازی کردن رو شروع کرده this year he won the national championship again for the fourth time. میگه امسالم این قهرمانی ملیشون رو برنده شده اونم برای بار چهار رو. بریم سراغ جمله ها. اولی میگه the national championship four times. فعلش هم وینه. خب میخوایم بگیم تا حالا چهار بار برنده شده. کار مستمری نبوده که چهار بار برنده شده و تموم شده. پس جوابمون میشه he's won the national championship four times. Present perfect, simple. اما میگه since he was 10 توی جمله دوم و فعلش رو داده پلی، یعنی از وقتی که ده سالش بوده میخوایم به اکتیویتی اشاره کنیم داره تنیس بازی میکنه، پس میشه he's been playing since he was 10 و تمرین آخر when they left college lisa and sue started making films together وقتی که لیزا و سو دانشگاهشون تموم شد شروع کردن با هم دیگه به فیلم ساختن they still make films هنوز هم فیلم میسازن. اولی they films since they left college فعل make داده میخوایم بگیم از وقتی که دانشگاه رو ترک کردن دارن با همدیگه فیلم میسازن حالت continuousش رو لازم داریم پس they've been making films since they left college اما بعدی میگه five films since they left college از وقتی دانشگاه رو ترک کردن پنجتش تاشو ساختن تموم شده نتیجه اینه که اون تا تموم الان پس ما میگیم they've made five films since they left college بریم سراغ تمرین دوم گفته ask questions using the words in brackets میخوایم سوالی بپرسیم یعنی حالت سوالی این دوتا زمان رو تمرین کنیم خودش هم گفته یا use present perfect simple یعنی از حال کامل استفاده کنین اونم سادش have done has done یا یعنی حالت continuous formش have been doing has been doing مثالش رو ببینیم you have a friend who's learning Arabic you ask شما یه دوستی دارین که داره عربی یاد میگیره ازش میپرسین خودش داده how long learn Arabic همین الان توی درس با هم خوندیم که how long سوالایی رو پرسه که مربوط به present perfect continuousه پس سوال شده how long have you been learning Arabic چه مدته که داری عربی یاد میگیری تو You have just arrived to meet a friend. شما همین الان رسیدیم برای اینکه که دوستتون رو ببینید. She's waiting for you. اونم منتظر شماست. شما میپرسین wait long. خب میخوایم بپرسیم که مدت زمان زیادیه که منتظر من موندی یه سوال yes no question برعکس بالایی که wh question بود پس میگیم have you been waiting long خیلی وقته که منتظر من بودی داریم به اکتیویتی و فعالیت منتظر بودن اشاره میکنیم 3 you see somebody fishing by the river میبینین یه نفر کنار رودخونه داره ماهیگیری میکنه ازش میپرسین catch any fish خب ما میخوای بگیم تا اینجایی که ماهی گرفتی یعنی داشتی ماهی گیریم کردی ماهی گرفتی یا نه پس میشه have you caught any fish ماهی گرفتی 4. Some friends of yours are having a party next week. یه سری از دوستاتون هفته دیگه یه مهمونی دارن. شما میپرسین how many people invite. چند نفر رو دعوت کردین گفتیم سوالایی که با how many میپرسیم سوالای present perfect simple پس میشه how many people have you invited چند نفر رو دعوت کردین 5 a friend of yours is a teacher یکی از دوستات معلمه حالا گفته how long teach میخواین به این اکتیویتی تدریس کردن اشاره کنید میخواین بپرسیم چند وقته که داری درس میدی پس میشه how long have you been teaching 6. You meet somebody who is a writer. شما یه نفر میبینید که نویسند است. دو تا سوال میخواین ازش بپرسید. یکی how many books write. میخواین بپرسیم تا حالا چند تا کتاب نوشتی. کتابایی که نوشتی و تموم شده. پس میشه how many books have you written. دومی دو میگه how long write books. حالا میخوایم بپرسیم چه مدته که داری کلن کتاب مینویسی. باید بگیم how long have you been writing books. و آخری A friend of yours is saving money to go on a world trip یکی از دوستاتون داره پول جمع میکنه پولش رو سیو میکنه که بره دور دنیا رو بگرده دو تا سوال میخوایم ازش بپرسیم How long save؟ چه مدته که داری پول سیو میکنی میشه؟ How long have you been saving؟ How much money save؟ حالا تا اینجایی که داشتی سیو میکردی چقدر سیو کردی؟ سوالش میشه How much money have you saved؟ 10.3 tennis table گفته که افعالی که توی پرانتز هستن رو توی شکل درستشون بذارید یا پرزنت پرفکت سیمپل یا پرزنت پرفکت مثالش مثالشو ببینیم با هم where have you been کجا بودی have you been playing tennis داشتی تنیس بازی کردی؟ to look somebody break that window میخوایم بگیم ببین یکی اون پنجره رو شکسته یعنی ما الان نتیجه که شکسته بودن پنجره است رو داریم میبینیم پس باید بگیم somebody's broken that window این آپاستروفه که من گذاشتم به معنی has هستش somebody has broken the window 3. You look tired شما خسته به نظر میرسی uh, You work hard آها uh -huh. میخوایم بپرسیم داشتی به سختی کار میکردی Have you been working hard? 4. You ever work in a factory? No, never. آیا تا حالا توی کارخونه کار کردی؟ سوالش میشه؟ Have you ever worked in a factory? 5. Where's Lisa? Lisa کجاست؟ Where has she gone? کجا رفته؟ ما الان نتیجه رو داریم میبینیم که لیزا اینجا نیست و میگیم کجا رفته. Where is she? Number 6 This is a very old book. این یه کتاب خیلی قدیمیه. It since I was a child. میخوایم بگیم من اینو از وقتی بچه بودم داشتم. فقط هو از اون فعلایی که نمیتونه آینجی بگیره پس باید به جاش از ساختار سیمپلش استفاده کنیم. I've had it. Seven. Have you been busy? مشغول بودی تا الان سرت شلوغ بوده؟ No. نه داشتم تلویزیون نگاه میکردم. I've been watching TV. 8. My brother is an actor. برادر من یه هنر پیش هست. He appeared in several films. آها. آه میخواییم بگیم تا اینجا توی فیلم های زیادی بازی کرده. اون فیلم ها دیگه تموم شدن. پس میشه He's appeared in several films. 9 Sorry I'm late. ببخشید که دیر کردم. That's all right. اوکیه. Okay, مسئله نیست. Uh, I haven't been waiting long. من مدت زمان زیادی نیست که منتظرتم. 10 Are you okay? خوبی؟ You look as if این as if یعنی انگاری اینجوری به نظر میای که انگاری که You've been crying داشتی گریه می کردی 11. Is it still raining? داره هنوزم بارون میاد No It's stopped متوقف شده دیگه بارون نمیاد 12. The children are tired now بشه الان خستن چرا که They've been playing in the garden. داشتن توی باغ بازی میکردن داریم به فعالیت و اکتیویتی بازی کردنشون اشاره میکنیم برای همینه که میگیم they've been playing 13. I lose my phone, you see it اول میخوایم بگیم می من گوشیمو گم کردم چرا که یه نتیجه و نتیجهش اینه که الان من گوشیمو ندارم پس میشه I've lost my phone و اینکه have you seen it دیدیش Have you seen it? سی See هم از اون فعلایی که شما نمیتونیم با جی استفادهش کنید. 14. I read the book you lent me but I not finished. آها. همین که میگه I not finished پس هنوز تمامش نکردم که حالا ما میخوایم جملهش رو بسازیم. اولش میخوایم بگیم که دارم اون کتابی که بهم به دادی میخونم. میشه I've been reading the book you lent me. کتابی که بهم هم قرض دادی رو دارم میخونم but I haven't finished it yet. هنوز تمامش نکردم. It's really interesting. خیلی جالبه. 15. I read the book you lent me so you can have it back now. آها. حالا که میگه میتونی پسش بگیری. میتونی الان داشته باشیش. پس یعنی میخوام بگی من کتابه که به هم قرض دادی رو خوندم. I've read the book you lent me. تفاوت سوال بالا و سوال پایین رو دقت کنید بالایی میگه دارم میخونمش هنوز تمام نشده پایین میگه تمام شده خوندم اگه میخوای میتونی بیای ببریش خب رسیدیم به پایان تمرینات درس دهم ده از کتاب Grammar in Use سطح Intermediate توی این درس با هم دیگه Present Perfect Continuous و Present Perfect رو گذاشتیم کنار هم و مقایسه کردیم حالا وقت اون رسیده که با هم بریم سراغ درس یازدهم ویدیوی بعد